برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد. سلام، وقتتون بخیر. آقای مطهری، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات دختران و زنان افغانستان وجود دارد؟ ما و خدمت تمام بینندگانی که این برنامه را میبینه، یکی از موضوعات اساسی که امروز متاسفانه زنها به او دسترسی نداره بسته بودن مکاتیب روی زنها و دخترها است. اگر حکومت طالبا میگه ما یک حکومت اسلامی در افغانستان هستیم، باید طبق دستورات اسلام عمل بکنه، در مکاتیب و دانشگاه را برای زنها و دخترها باز بکنه، قسمی که بارها پیامبر و همچنان در قرآن آمده که زنها باید درس بخونه. و از طرف دیگر مشکل بعدی زنها متاسفانه قیوداتی برای تجارت در زنها است که ما شما وقتی به تاریخچه اسلام برمیگردیم، در زمان پیامبر هم زنها تجارت میکرد، یک از اونها حضرت خدیجه بود، در کنار پیامبر قرار گرفت و دیگر مثال های را ما و شما داریم. در گام اول باید طالبا طبق دستور اسلام عمل بکنه، مکاتب و دانشگاه و دیگر قیودات از روی زنها برداره و از طرف دیگر زنای افغانستان هم موظف است طبق دستورات اسلام عمل بکند، طبق دستورات اسلام به مکاتب بره و طبق دستورات اسلام حجاب اسلامی و دیگر موضوعات مراعات بکنه. و از طرف دیگر حمایت خانواده ها و مردان در افغانستان بسیار تاثیرگذار در وضعیت حقوق فعلی زنای افغانستان که متاسفانه در 3 سال گذشته ما هیچگاه هیچ حمایت از سوی کدام نهادی که تحت رهبری مردا در افغانستان باشه یا خانواده ها رو ندیدیم که از حقوق زنان در افغانستان حمایت بکنه. و از او کرده مهمتر بحث جهانی است. متاسفانه تا هنوز سازمان ملل متحد، کشورهای همسایه افغانستان، نهادهایی که در پیوند به وضعیت زنان کار میکنه، متاسفانه هیچ گام عملی رو در پیوند به حقوق زنان افغانستان انجام نداده. اونا در صورتی که میبینن مکاتب و دانشگاه برای زنها بسته است، باید زمینه آموزش‌های آنلاین فراهم بسازه. اگر میبینه که زمینه تجارت برای زنها در افغانستان ناممکن است، تجارت‌های آنلاین راه اندازی بکنه و از طرف دیگه گزینه را برای زنهای افغانستان مهیا بسازه تا اونا از امکاناتش برخوردار باشه. متاسفانه در 3 سال گذشته نه طالبا به حقوق زنها احترام قائل بوده و نه مردای افغانستان و نه نهادهای حقوق بشری که متاسفانه امروز روز به روز وضعیت بر زنها بدتر شده میاد. ممنونم از شما مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد.